هشتم ثور سال 1371 هجری خورشیدی مصادف است با روز پیروزی رزمندگان مؤمن و سرسپردگان راه حق که در آن آخرین سنگر پوشالی رژیم تحت الحمایه شوروی سقوط کرد و بیرق سبز مبارزان مؤمن با شعار کلمه مقدس لا اله الا الله محمد رسول الله بر فراز ارگ ریاست جمهوری و تمام نواحی شهر کابل با اهتزاز درآمد. این پیروزی شکوهمند مجاهدین بود که کیان کمونیسم را در افغانستان از هم پاشانید و یک بار دیگر خاطره های پیروزی غازیان این سرزمین بر قوای اشغالگر انگلیس را که 74 سال پیش از آن اتفاق افتاده بود تکرار نمود. کشور ما مانند هر کشور دیگه دنیا روزهای تاریخی داره و این روزهای تاریخی بیشتر به روزهایی که باعث افتخار و مباهات است و این روز هشت ثور به مردم افغانستان اهمیتش دهیست که در لوی جرگی تاریخی افغانستان نماینده های مردم فیصله کردند که این روز در تقویم افغانستان به حیث روز جشن و خوشحالی ذکر شود. به خاطر اینکه جهاد مردم افغانستان حداقل 14 سال جهاد و مبارزه مسلحانه مردم بر ضد رژیم های کودتایی و تجاوز شوروی ها این همش بالاخره به نتیجه منتج شد که این پیروزی مجاهدین بود و این روز هشت ثور است و ما از این هشت ثور باید قدردانی کنیم و همون قسمی که در تاریخ افغانستان و در تقویم افغانستان ذکر شده از این روز به حیث روز افتخار باید یادآوری شد. هشتم ثور در تاریخ افغانستان یک روز تاریخی مبتنی به دیانت افغانستان، مبتنی به مبارزات مردم افغانستان، مبتنی به تقابل میان دو جریان به نام حق و باطل یا دو جریان به نام اسلام و الحاد و یا تقابل میان دو قدرت عظیم دنیا، یک طرف قدرت تکنولوژی و قدرت نظامی ارتش شوروی و بقایایش و مکتب کمونیستی، یک طرف مکتب اسلام و ملت مستضعف افغانستان، که در مجموع میتانیم هشتم ثور روز سرافرازی و روز عزت و روز پیروزی ملت مسلمان افغانستان بر بزرگترین قدرت و جابرترین قدرت و ملحدترین مکتب بدانیم و این روز به مردم افغانستان یک روز عزت است و روز ماندگار در تاریخ افغانستان و نسل‌های بعد مردم افغانستان است و روزی است که بر تمام دنیا روزی درس حریت و آزادی و آزادمنشی را و اکثر ملت‌های زیر دست و اسیر و یا مستعمرات دنیا از حتی از کشورهای منطقه و آسیا تا کشورهای اروپایی دلیل آزادیشان حتی دیوال برلین این نتایج انقلاب هشتم ثور است. سال روز هشت ثور برای ملت افغانستان، برای فامیلای شهدا، برای معلولین و معیوبین دوره جهاد تبریک و تهنیت میگم و هشت ثور روز پیروزی ملت مجاهد افغانستان در برابر کمونیسم و نماینده های کجیبی روس در افغانستان بود و این روز روزی بود است که ملت افغانستان بعد از سپری نمودن 10 سال خون، آتش، مبارزات و جهاد مقدس مردم افغانستان در هشت ثور سال 1365 به پیروزی رسید. این پیروزی پیروزی خون بر شمشیر بود، پیروزی ملتی که توسط کمونیست ها و اجیرای روس و روس ها ملت افغانستان
زجرها، مظالم و تکلیفهای زیادی را کشیدن. توسط بمباردمانها، توسط زنده و گور کردنها و توسط بزندان کشیدنها مردم افغانستان زیاد مظالم سپری کردن در این مدت. ولی ایره به جهانیان و ملتها نشان دادن که ملت مستضعف، ملتی که هیچ نوع امکانات در دستشان قرار نداره، اما در برابر قوای سرخ رو شوروی و مزدورهای شوروی اینا مقاومت میکنن، مبارزه میکنن، جهاد میکنن و بالاخره سرانجام به پیروزی میرسن، که یک درسی بود است برای ملت‌های اسلامی، برای ملت‌های جهان، برای کشورهای جهان که ملت افغانستان بدون امکانات، بدون دست داشتن به سلاح‌های مدرن، توسط سلاح‌های کهنه و دست داشته خود در مقابل کفر و کمونیسم و دولت کمونیستی وقت به پیروزی میرسه. روز 8 سال یک روز بزرگ تاریخی افتخارآمیز است و روز پیروزی یک ملت ناتوان مدافع بر یک ابرقدرت اشغالگر و متجاوز، روز پیروزی یک ملتی که در دیار خود و در خانه خود مورد تجاوز یک ارتش ابرقدرت قرار گرفته، در این روز در اثر در نتیجه اتکای به خدا و جانبازی و فداکاری و دفاع و مقاومت و جهاد و قربانی دادن ها پیروزی میرسه یک ابرقدرت در برابر اراده یک ملت ضعیف، در برابر ایمان یک ملت ناتوان و در برابر مقاومت و دفاع و جهاد یک ملت. به یک شکست تاریخی مواجه می شود که تا در حیاتش و در دورانش چنین شکست را تجربه نکرده بود و این هم شکست شد که نتوانست دیگری شکست جبران را. 8 سال روز افتخار است و ملت مجاهد و قهرمان افغانستان هدفشان آوردن صلح و سرتاسری و آوردن و مسئله آزادی افغانستان بود و است و به مو خاطر افغان ها تمام تکلیف ها را قبول کنند و تمام قربانی را قبول کنند به خاطر سربلندی افغانستان، به خاطر سربلندی اسلام و به خاطر سربلندی زی که با عزت در خاک خود زندگی کنند. و شما می فهمید که این افتخار، مثل بیشتر گفتم، این افتخار تنها بر افغانستان، بر افغانان نیست. افغان ها تنها بر خود نجنگیدن، تنها قربانی را که قبول کردن بر خود قبول نکردن، بلکه تمام مردمان آزادی خواه جهان مبارزه کردن و با خصوص کشورها یا بلاکای کشورهای کمونیستی را هم آزاد ساختن، از اسارت خلاص کردن. و مردم افغانستان در طول تاریخ همیشه خواستن با عزت زندگی کنند، مردم افغانستان همیشه ناموسدار بودند، همیشه مردم افغانستان خواستن با حیا، با حجاب، با اتفاق، با وحدت یک جای زندگی کنند و این افتخار روز 8 سال یکی از روزهایی است که باید سرزی همچنان زنهای افغانستان باید افتخار کنند و زنهای افغانستان سرزی بنازند و زنهای مخصوصا نسل جوان زنهای افغانستان باید مطالعه رو زیادتر بسیزند. ماها و گرشتای ما که قربانی از این ملت قبول کردن و زحمات زیادی رو پشتن گذاشتن بخاطر از اینکه اولادهای ما سربلند شدن. هشتم ثور با افتخار ترین روز در تاریخ کشور ما می باشد. در همین روز بود که بساط کمونیسم در سرزمین ما و سایر جهان در اثر جهاد مردم افغانستان و رهبری سالم نهضت اسلامی برای همیشه برچیده شد. در این روز اسلام بر کمونیسم و نعره الله اکبر بر شعار انترنسیونالیزم مارکسیستی غلبه کرد و ملت پابرهنه ما در جهاد مقدس علیه ابرقدرت شوروی وقت
پیروز گردید. ما در مورد هشت ثور حداقل میتونیم به صورت عموم دو ارزیابی را بررسی کنیم. یک ارزیابی است که مجاهدین افغانستان و اکثر مردم افغانستان از این روز به حیث یک روز تاریخی و روزی که همه دردها و رنجهای مردم که در اثر رژیم‌های کودتایی و در اثر تجاوز قوای سرخ شوروی بر مردم صورت گرفته بود این پایان رفت. و ارزیابی دیگه ایست که برخی با دید انتقادی میبینن و او را مندترین دلیلش جنگ هاییست که قبل از روزهای قبل از هشت ثور و در جریان هشت ثور و بعد از هشت ثور صورت گرفت. با تأسف که تعداد از کسانی که اونا برادرای مجاهد ما بودن به جای زی که به توافقات قبلی اونا عمل کنن و پابندی نشان بتن و بیایند یک حکومت مشترک ملی و مردمی سهم بگیرن که این هم در تاریخ افغانستان یک روز بسیار مهم است که همه مردم افغانستان بلا استثناء در حکومت سهم داشتن و در شورای رهبری سهم داشتن و حکومت آمد در افغانستان که به نام دولت اسلامی که در این دولت به هیچ کس پاسخ منفی داده نشد و هیچ زندانی سیاسی وجود نداشت، در حالی که همه شاهد هستند که حداقل 12,000 که خود کمونیست ها اعلان کرده بودند که در زندان پلچرخی و در پولیگون اینا به شهادت رسیدن. یعنی ظلمی که بالای مجاهدین به صورت عموم صورت گرفته بود نه تنها که کسی بلند نشد و به قاتلین مجاهدین و قاتلین مردم شمشیر نکشید، بلکه یک عفو عمومی را همه تنظیم های جهادی که مراکزشان در پاکستان بود اونا اعلان کردن و با او اساس هیچ کسی زندانی هم نشد و حتی کسایی که با بهانه های مختلف که عمدتا مداخلات کشورهای بیرونی در داخل بود اونا میخواستن که در یعنی حکومت به صورت انحصاری خودشان بگیرن. حتی کوشش هایی شد، همه مردم شاهد هستن که ائتلاف هایی صورت گرفت با کمونیست ها، ائتلاف ها صورت گرفتن از زمان کودتای تنه، ائتلاف ها با خلقی ها صورت گرفت بعد از او در زمانی که وطنجار وزیر داخله بود. بسیار تو کوشش ها شد که حکومت مجاهدین ضعیف بکنن و یک حکومت ائتلافی دیگر روی کار بیاد، اما این همه توطئه ها و این همه تلاش ها به نتیجه نرسید و مردم افغانستان و قوای مسلح محدودی که در او زمان بود اینا همه از عزت و ناموس و شرف مردم افغانستان دفاع کردند و اجازه ندادند که دستاورد مجاهدین که حکومت مجاهدین بود و دولت اسلامی افغانستان بود این پامال شود. هشتم ثور سال روز پیروزی مردم افغانستان البته هست. این افتخار نه تنها به احزاب انگشت شمار و مشخص، بلکه این افتخار به تمام مردم افغانستان برمیگرده. تمام مردم افغانستان در به نوعی در جهاد افغانستان سهم گرفتن، یا طور مستقیم یا طور غیر مستقیم شهید دادن و معلول دادن، آواره شدن هم در داخل کشور و هم بیرون از افغانستان. به این خاطر افتخار و ارزش تاریخی هشتم ثور برمیگردد به تمام مردم افغانستان و این روز محصول چند سال، محصول 14 سال مبارزه پیگیر، طاقت فرسا و خستگی ناپذیر ملت مسلمان و مستضعف افغانستان است در مقابل بزرگترین قدرت جهانی شرق. به این خاطر یکی از روزهای خیلی مهم و از روزهای بزرگ تاریخی و در این زمان یکی از روزهای مقدس به حساب میره که برای نسلهای بعدی درسها و اندرسهای ماندگاری را به خود داره و ایجاب میکنه که نسلهای آگاه آینده به پس منظر
هشتم ثور و پیامدهای هشت ثور در سطح افغانستان و به سطح جهان مطالعه داشته باشند، دقت کنند. نویسندگان، فرهنگیان و شاعرای کشور زبان واقعی ملت هستند، ارزش‌ها و افتخارات تاریخی را با زبان قلم و تصویر میکشند و برای نسل‌های بعدی به جا میگذارند. به این خاطر ما مکلف هستیم تا مسائل مربوط به هشت ثور که یکی از روزهای تاریخی و مقدس به حساب میره برای نسل‌های بعدی انتقال بدیم. بعد از اینکه ارتش شوروی شکست خورد، از افغانستان به زور اخراج شد و حکومت بقایای شوروی در افغانستان توسط دکتر نجیب اداره میشد تا آخرین فرصت‌های مقاومت دکتر نجیب و مبارزه مجاهدین، ملت مجاهد، مجاهدین طرف حمایه رسانه‌های غرب و دنیای اسلام و بسیاری از ملت‌های دنیا بود. زمانی که هم ارتش شوروی از افغانستان اخراج شده بود و آخرین حکومت بقای مربوط شوروی هم شکست خورد، مجاهدین سرافراز وارد کابل شدند. توطئه‌ها علیه مجاهدین آغاز شد، علیه آوردن اندیشه دولت اسلامی برا افتید. از اون زمان تا به امروز یک جانبه همون قسمه که در 14 سال به نفع مجاهدین تبلیغ شده بود، مدت مثلا 20 چند سال است به ضد مجاهدین و به ضد اسلامگرایی و به ضد اندیشه حاکمیت دینی و به ضد برنامه های انقلابی، تا به امروز به خصوص در افغانستان در همه دنیا به کار گرفتن و خصوص در افغانستان این کار به شدت جریان داره. جایگاه یزید در دل ملتی که جهاد کرده پابرجا است، عزیز میدانن، چون در این را عزیزترین های خود از دست دادن، در این را مثلا فرزندان و جگرگوشه ها و جوانان خود از دست دادن، به خاطر از این روز هجرت انتخاب کردن، به خاطر امروز بمبه های بمب افکن شوروی را به فرق خانواده های خود پذیرفتن، به خاطر همین روز بود که همه دار و نداره که در این ملت داشتن همه را فدای اسلام و نجات افغانستان کردن و ملت مسلمان افغانستان این روز بسیار عزیز و بسیار دوست داشتنی و بسیار ماندگار است. اما کسایی هستند که هم از خارج هم از داخل عمال هستند که این روز میخوان از جمله روزهای مقدر در تاریخ افغانستان ثبت کنند. البته بعد پیامدهایش بحث جدا میخواهد، او زمینهایی که بحث چرا آمد او دیگه بحث میطلبه، اما نفسی از این که قیام ملت مسلمان افغانستان در برابر ارتش شوروی و مکتب کمونیسم پیروز شد و هفت ثور روزی است که حق بر باطل پیروز میشه. این روز از جمله روزهای عزت و روز سرافرازی و روز جانبازی ملتمان در برابر الحاد و در برابر متجاوزین است. متاسفانه در تاریخ افغانستان به شکلی که لازم بود است، به شکلی که ضرور بود است، متاسفانه این روز به او شکلش مطرح نشده است و از این روز تجلیل صورت نمیگیره، در حالی که این روز روز پر افتخارترین روز مردم افغانستان بود است و ملت افغانستان در این روز واقعا در برابر مظالم و ایدئولوژی کمونیسم و ناکام نمودن ایدئولوژی کمونیسم اینا به پیروزی میرسن. یعنی این روز روز بسیار مهم است و باید در تاریخ افغانستان به شکل واقعیش هم تجلیل شوه و هم از این بزرگداشت صورت بگیره. اما متاسفانه در تاریخ افغانستان به شکلی که لازم است، به شکلی که شأن این روز ایجاب میکنه، متاسفانه به اون شکل برگزار نمیشه و آنقدر در نظر گرفته نمیشه. البته در هیچ شک نیست که در ما در تاریخ معاصر افغانستان چند افتخار داریم که افغان ها اونمون افتخارات چند است که سرش می نزن. مثلا شکست دادن
سه بار عسکر انگلیس ها در افغانستان که مردم افغانستان در تمام طول تاریخ کشور خود همیشه مردم و مجاهد مسلمان بودن و همیشه که مورد تجاوز قرار گرفتن مردم ما از قهرمانی و شهامت نشان دادن و تاریخ به تاریخ سپردن و هفت سال که سر آغاز تراژدی و بدبختی افغانستان شروع میشه که یک مشتبه مسئولیت خلق و پرچم دست به کودتای کمونیستی زدن و مردم افغانستان را مجبور ساختن که بر علیهشان قیام کنن و همچنان تجاوز شوروی عسکر شوروی در افغانستان و مردم افغانستان افتخارات را که حاصل نمودن و جانهای خود را قربان کنن. هشت سار در تاریخ در پیش ما یکی از گرامی ترین روزهاست و ایره هیچ کس نمیتونه که انکار کنه از پیش و هیچ کس نمیتونه که ایره از سنه یا کمرنگ بسازه و به خاطر هزی که شاید یک تعداد بسیار کسایی باشن که دست به جنایت زدن و دست به جنایت بشری زدن در اون زمان اونا نخواهند که سر زی روز زیاد کس کار کنه یا گپ بزنه و عظمت زی به جشن بگیره، ولی اونا هیچ مهم نیست. مهم نیست که او رفت، او ثبت تاریخ افغانستان شد و امروز در تاریخ معاصر امروز که ما میمیسیم به ایسی افغان به ایسی زن مسلمان که افتخار دارم میمزم این نیست که ما در جهاد اشتراک کردیم و تمام قربانی را قبول کردیم. پیروزی جهاد بر حق مردم افغانستان عوامل زیادی داشت که ما به چند عامل مهم آن میپردازیم. یک، ایمان راسخ به خدای یگانه و باور عمیق به حقانیت جهاد در راه خدا. دو، صلابت و قهرمانی ملت مسلمان این سرزمین. سه، استفاده از شیوه جنگ فراگیر سیاسی، نظامی، ایدئولوژیک و اقتصادی در رویارویی با یک جنگ فراگیر و آنچه که خیلی مهم بود، همانا به کار بستن ایدئولوژی درست در توجیه و پشتیبانی رسانه‌ای از جهاد مردم افغانستان بود. اتحاد مردم افغانستان بود، یک پارچگیشان بود، عقیده مشترکشان بود، بر ضد خارجی بودنشان است. افغانها در طول تاریخ نشان دادن، قربانی را قبول کردن، سرای شیرین خود را که از دست دادن به خاطر از آزاد زندگی کنند. یعنی هیچ وقت افغانان نمیخواهند که نوکر کسی باشند و هیچ وقت افغانستان نمیخواهند، مردم افغانستان نمیخواهند که کشورشان، سرزمینشان مورد تجاوز یا اشغال اجنبی قرار بگیره. و دیانت و ایمانداری افغانها، مثلا افغان شما میفهمید که افغان ها عاشق خدای خود هستند و عاشق مسلمانی خود هستند. شما ایره باید بفهمید که عبادتشان، خدا پرستیشان و آزادیشان یکی از چیزهای مهم عمده زندگی نشان است. و اون خاطر است که برای این مسائل بسیار از دقت بیشتر کار گرفته شده و خاطر از این که اگر میخواهید که صلح و ثبات در کشورتان بیاید، باید که شما به این توجه کنین و به این مطالعه کنین که چرا در افغانستان صلح و آرامی پیش با وجود نمی امروز، بخاطر از اینکه مداخله وجود داره و افغان ها را که کامیاب و پیروز و سربلند به کامیابی رسن، اما یک پرچگی و عقیده و ایمانشان است که همشان به خاطر عشق خدا و عشق آزادی و عشق سرزمینشان بایزاد زندگی کنن، رزمیدن، خوب کار کردن، مبارزه کردن، سرای شیرین خدا قربان کردن، دویدن به طرف توپ و تانک و تیاری یک سوپر پاور و او عشق بود. بغیر از عشق دیگه چیز نمیتونه که ات قدرت پیش کنن. او عشق، اون جذبه، اون ایمان بود که افغانها داشتن و دارن هنوزم و ما باید کوشش کنیم که او روزا را به یاد خود بیاریم، مخصوصا کسایی که آلوده دستشان به فساد نیست. و از پیش از او جدا خواهش میکنم که در مقابل او روزا، در مقابل او روزای پر از افتخار، او روزای پر از نور و برکت جفا نکنند. و خوش به حال کسانی که از دوران جهاد و تا به امروز در مقابل افغانستان در ارتباط با افغانستان در مقابل خون شهیدا و یتیما و بیوه های ما هیچ نوع جفا نکردن و
سر بلند زندگی میکنن و تا که زنده باشن از او دفاع میکنن. ما امید میکنم که همگی ما یک برادگه متوجه شمیم و به یاد خود بیاریم که آی او روزا چی روزای مقبول بود، او روزا چی روزای پاک و سچه بود، او روزا چی عشق وجود داشت. جوانای نازنین سربلند افغانستان، جوانای مقبول خوشتیپ افغانستان با نور الهی، اینا چطور رز میبرن، اینا چطور رفتن، اینا چطور مقابله کردن. اما امروز هم کوشش کنن که امون روزا رو به یاد خود بیارن و به خاطر یک پارچگی، به خاطر وحدت، به خاطر ازی که از این حالت افغانستان نجات پیدا کنن. پس ضرورت از امروز که ما باید کوشش کنیم که دوباره سر وحدت خود کار کنیم، سر یک پارچگی خود کار کنیم و نگذاریم که آله دست دیگر ها شدیم و خدای نخواسته ارزش های بسیار قیمتی ما در سوار برد. یک عاملش عامل عقیده و ایدئولوژی اسلامی مردم افغانستان بود و دیگر حس وطن دوستی و آزادی خواهانه مردم افغانستان. از یک طرف ما گفته میتونیم که ملت افغانستان ملت مسلمان بود، ملت مجاهد بود، ملتی بود است که هیچ وقت یوغ اسارت قبول کرده نمیتونه. با اندیشه اسلامی و ایدئولوژی اسلامی ملت افغانستان توانست که در مقابل بزرگترین قدرت جهان، هم روس‌ها و هم حکومت کمونیسم یا حکومت کمونیستی وقت، استادگی کنند. یک عاملش عامل عقیده و ایدئولوژی بود است. عامل دومش مردم افغانستان، مردم سلحشور، مردم بارز، مردم مقاوم و مردمی بود است که در برابر یوغ استعمار و اسارت همیشه مبارزه کرده است. در طول تاریخ ثابت ساخته است که هیچ وقت ملت افغانستان یوغ اسارت و بردگی دیگه کشورها را و دیگه ملتها را قبول کرده نمیتونه. چون در تاریخ افغانستان افغانها این ثابت کردین که هم در مقابل انگلیس ها، هم در مقابل روس ها و هم در مقابل دیگه استعماریون مبارزاتشان مبارزات خستگی ناپذیر بوده است و بالاخره اینا توسط شمشیر خود دانستین که آزادی خود کسب بکنن. بنان این عامل دومش فقط استادگی، سلحشوری و مقاومت مردم افغانستان باعث ازی شد که ما ملت افغانستان در برابر ارتش سرخ شوروی و هم در برابر حکومت کمونیستی وقت با پیروزی رسیدیم. عمدترین عامل پیروزی ملت مجاهد افغانستان اسلام، اعتقاد به خدا، باور و نصرت پروردگار. آنجا که خداوند وعده داده که ان الله یدافع عن المؤمنین، ان الله یدافع عن الذین آمنوا، وعده خدا. و در یک جای از قرآن میگه که ولولا دخل الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض. در یک آیه خدا میگه که اگر مردمی که مورد تجاوز واقع شده در برابر متجاوز ایستادگی نکنه، مقاومت نکنه، متجاوز دست از تجاوز نمیکشه بلکه روحی تجاوزگرش بیشتر میشه. در یک آیه دیگری قرآن میگه که خدا از مؤمن دفاع میکنه. توجیهی از این فکر میکنم این است که آن اندازه ایره که مردم میتواند از هویت اسلامی خود، از استقلال ملی خود، از شرف و ناموس خود دفاع بکنه، قربانی بده، از جان خود دریغ نکنه، مال خود دریغ نکنه، سربازی بکنه، این وظیفه انسان مؤمن است. اما بالاتر از این را باز خداوند که قدرت شما فرق قدرت هاست، انتظار دفاع از مؤمنان را مردم بعد از آنی که خودشان توان خود به کار بیاندازه، از آخرین توان خود که استفاده کنه، از جانبازی و فداکاری دریغ نکنه، به او صورت انتظار پیروزی را از طرف خداوند، انتظار نصرت از طرف خداوند داشته باشد. همین کار در افغانستان شد. مردم افغانستان تن به ذلت ندادن، مرغوب قدرت و هیمنه و امکانات نظامی پیشرفته دشمن نشدن، تصمیم گرفتن و با امید نصرت خداوند، اینها از تلاش، از زحمت کشیدن، از گرسنگی و تشنگی را تحمل کردن، در زیر
آفتاب گرم و در سرمای سرد کشنده و اذیت کننده اینا مقاومت کردن، فداکاری کردن در زیر آتش پرخجم دشمن. اگر برادر شهید شد، برادر دیگر تفنگش به دست گرفت، پدر اگر شهید شد، پسر تفنگ او را در زمین نگذاشت، با اینمی تصمیم آنچه که می توانستن اینها به کار انداختن و با برکت اخوت اسلامی و به عنوان مسلمان اقوام مختلف افغانستان که تا او روز مناسباتش خیلی دوستانه هم نبود، اما چون هویت اسلامی و استقلال ملی خود را در یک خطر جدی دیدن، به عنوان مسلمان در کنار یکدیگر قرار گرفتن، با هم در برابر دشمن استادگی و جهاد و مقاومت کردن، مردم وظیفه خود انجام دادن آنچه که می توانستن. پیامدهای پیروزی انقلاب اسلامی برای منطقه و جهان بیشمار است، اما می شود با عنوان بزرگترین پیامد آن از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و ایدئولوژی جهانخوار کمونیسم که داشت جهان را در کام خود فرو می برد و خواب را از چشمان شرقیان و غربیان رو بوده بود نام برد، که استقلال سرزمین های آسیای میانه را هم به همراه داشت. پیروزی مجاهدین افغانستان یک موضوع بسیار مهم است. بخاطر ازی مهم است که مردم افغانستان در حالی که کدام اردویی در اختیار نداشتند، مجاهدین افغانستان در حالی که کدام کشوری با مجاهدین در صحنه های جنگ کمک نمی کرد. و یکی دروغایی است که امروز در بعض داشتن. همه میخواستن که جلویزی گرفته شوند. پس چین هم کمک کرده، سلاح داده به مجاهدین، مستقیم به مجاهدین نداد، از طریق پاکستان داده و ای به مجاهدین رسید. پس ای انقلاب افغانستان دنیا را تک خود ساخت. وقتی ارتش شوروی از بین رفت، شکست خورد، امریکا در دنیا به عنوان پهلوان تنها ماند. اینها بازیگری دنیا خودشان حساب کردند. بعد از شکست شوروی اینا بر دنیا ستم ایره کردن که ستم های استالینی و کمونیستی و اقوار شوروی پیش ستمی مثلا امریکایی ها در بسیار خردی و کوچکی میکنن. فضاحت ایره که اینا بر بشریت کردن در برابر فضاحت از اونا کوچک است. این عاملی منفیش بود که دنیا قطبی شد، تک قطبی دنیا را به استبداد و به مظلومیت و اسارت کشید، ملت‌ها را دربدر کرد. جانب مثبتشی بود که ملت‌های بسیاری بود که از افریقای مثلا از افریقا شروع میکنیم تا کشورهای اروپایی تا کشورهای منطقه پیش روی من، اینا بخشش از اقمار شوروی و کمونیستی بود، بخشم در تعلق داشت به مانند آلمان شرقی و غربی، به دو طرف قدرت ها تقسیم بود. پیامد کلانش در سطح دنیایی بود که این کشورها همیش آزادی گرفتن. دیوار برلین از هم شکستانده شد. خیشاوندانی که در دیوار برلین نیمش طرف شرق مانده بود، نیمش طرف غرب، از پشت دیوار هم نمیتونستن خانواده خود را نگاه بکنن. این دیوار به برکت انقلاب افغانستان در هم ریخت، ملت آلمان واحد شد، کشورهای منطقه آزاد شد، اروپای شرقی که در اون زمان در سیطره روسا و کمونستا بود، اروپای شرقی هم آزادی خود گرفت. این بودی جهانی قضیه بود. بودی دینی قضیه ای بود که در بسیاری از کشورهای دنیا بیش از 200-300 غالباً بررسی ها نشان میده که این فعالیت های انقلابی و جهادی در افغانستان تا چند صد انسان نه که چند صد میلیون انسان مسلمان شده، یعنی تبدیل دین کرده، تغییر دین کرده، اسلام انتخاب کرده، به عنوان که اسلام یک دین آزادی خواه و حریت، کرامت انسانی و قدرت دفاع از خود و از حریم خود و سرزمین بشریت و اینا را داره.
این پیامدی دومی بود. پیامدی سومیشی بود که دنیای اسلام یک باره و روح تازه گرفتند. در سراسر دنیا روح انقلابی، روح دعوتگری و روح تصنیف، تعلیف، کتابداری، فرهنگ اسلامی و ثقافت اسلامی چی در افغانستان و چی در کشورهای عربی و غیر عربی تأثیر خود داشت. فرهنگ اسلامی و ثقافت اسلامی در لابلای جهاد، مدارس اسلامی مثلا در سطح دنیا اسلام رشد کرد، دانشگاه جامعه های اسلامی در سطح دنیا اسلام رشد کرد، تصنیف و تألیف در باب مثلا حکومت سیاسی، افکار سیاسی، دعوت در راه اسلام بسیار به شدت رشد کرد، حلقات و افکار سیاسی در دنیا اسلام شکل گرفت. اینها عمی بودند که بیداری اسلامی از این به میان آمد. همه پیامد انقلاب و جهاد افغانستان بود. روزها تصمیم داشتند که با غرور و با قدرت نظامی بزرگی که داشتند تصمیم داشتند که خود به آبهای گرم برسانند و به بحر هند برسانند، توی که بعضی کشورهای رقیبشان تهدید بکنن از این طریق و اقتصادشان توسعه بدن، به این خاطر به افغانستان هجوم آوردن، توی که از این کشور به عنوان یک سکوی پرش استفاده بکنن به طرف کشورهای عربی و منابع سرشار انرژی که در کشورهای عربی هست اونا را تسخیر بکنن و همچنان قدرت های بزرگ غربی را تهدید بکنن. به این خاطر به افغانستان آمدن، اما کشورهای غربی و رقیبان بزرگ بین المللی روزها استادگی کردند و با حمایت قاطع و بی‌دریغ از مجاهدین افغانستان نگذاشتن تایی که روزها از افغانستان عبور بکنن و با پای گرم خود برسانن. به این خاطر مبارزات مردم افغانستان نه تنها افتخارش و پیامدش برمیگرده به افغانستان، بلکه کشورهای اروپایی و کشورهای غربی در کل، کشورهای عربی و دو حصه جهان تقریبا افغانستان سپر میشه برای نجاتشان. به این خاطر ما میگیم که 8 ثور روز پیروزی مجاهدین، افتخارش و پیامدش نه تنها به مردم افغانستان بلکه به تمام مردم جهان برمیگرده. شما ببینید وقتی که مجاهدین به پیروزی میرسه و روس‌ها از افغانستان شکست میخورن، شکست روس‌ها در افغانستان شما دیدین که کشورهای اسلامی که تحت اسارت روس‌ها قرار داشتن اونا با آزادی خود میرسن. شما دیدین که دیوال برلین که آلمان به دو حصه تقسیم کرده بود، هم آلمان شرق از پیشش جور شد و هم آلمان غرب، هر دو از این توسط جهاد مردم افغانستان دیوال از بین میره. دو ملت آلمان که به دو حصه تقسیم شدن، یک ملت واحد از پیشان جور میشه و یک ملت واحد میشه. و هم کشورهای اروپای شرقی، 14 کشور اروپای شرقی که زیر اسارت روس‌ها قرار داشتن، اونا با آزادی خود میرسن و برای جهانیان این درس جهاد مردم افغانستان داد که ملت که مجاهد باشه، ملتی که با عقیده بجنگه، در برابر بزرگترین قدرت جهانی به پیروزی میرسه. ببینین افغانستان تنها بر خود گفتم نجنگید، به تمام مردمای آزادی های جهان جنگید. شما جوانا، مخصوصا شما جوانا باید ایره بفهمید که روزهایی که مجاهدین در مقابل یک سپر پاور جنگیدن شوروی سابق، هر مجاهد به نام فریدم فایت را نام داشت، هر کدامش بهش غربی ها یک شورت داشتن، یک قدرت بودن، یک نازدانه بودن. اما افغان ها نه تنها بر افغانستان به خاطر آزادی افغانستان، بلکه در تمام کشورهایی که در منطقه و خصوص کشورهایی که زیر استثمار و استعمار کمونیستی بودن و بیچاره بودن، زیر نظام های دیکتاتور و خودخواه بودن و
زیر نظام های ملحد که خدا را نمیشناختن اونا را نجات دادن. حتی به طرف شما دیوال برلین از جمله را میتونه سرش افتخار کنه که اونا مثلا این افتخار جهاد مردم افغانستان بود که این پیامش بر تمام جهان همی بوده. ولی به متاسفانه که در اثر بیتفاقی و یک اندازه خودخواهی و جا طلبی بعضی از قماندان ها، بعضی از رهبرا امروز امو غربیان فراموش کردن، امو فریدم فایتر ها را که لقب داده بودن، امو کس امونایی که اسرت می خوردن، اسرت زیده می خوردن که یک ملت پایلچ، یک ملت غریب، یک ملت دستقالی چطور می تانن یک قدرت پیشگنان ها؟ ولی چون که ایمانشان قوی بود و خدا پرستیشان با ما حد آخر بود که اونا بغیر عشق خدا دیگه به هیچ چیز عقیده نداشتن و ندارن، اونا اونشان کامیاب شان کرد که بر ما از ما فکر میکنم امروز که ما گرفتار ده ها قسم مشکلات هستیم، یک مشکل همی که امون دشمنای اسلام نمیخیان که این ملت جای خدا در این منطقه پیدا کنن و نمونه از خدا پرستی، نمونی از وحدت، نمونی از برادری، نمونی از پاکی و سچگی به این منطقه اینا سربلند زندگی کنند. اون هموز که به یک شکل، به یک نام، به دیگه نام هر روز انداخته را میشه است. ولی ما امید میکنیم که افغان ها یک ذره متوجه آل اول خود شوند، متوجه تاریخ خود شوند، متوجه مخصوصا امی عصر امروز در تاریخ افغانستان که بسیار یکی از روزهای معتبر افغانستان است، متوجه شد مراجعه کنم به می روزهای پر از افتخار افغانستان که 10 سال افغانها جنگیدن و ایتوه که افتخار عظیم به دست آوردن تا ای که بتونن مفید واقع شوند برای نجات فعلی افغانستان. ما امیدوار هستم که افغانها متحد شوند، مسائل تعصبات قومی، مسائل تعصبات مذهبی اینا را پشتر بگذارن و بعضی کسایی که خودخواه جا طلب هستن تعصب دارن برای اونا پیام نمیست که برادر جان ببینین که دیروز چه قسم ملتتان رزمه چی افتخارات کنید، شما کوشش کنید که این تعصبات یا این بدبینی های شخصی قومی تنه به زیر خاک دفع کنید و کوشش کنید که به یک صدای واحد با یک صدا و به خاطر نجات افغانستان این روز متحد شوید تا از این بلاها نجات. بزرگترین درس و پیامی که مردم مسلمان سرزمین ما می توانند از این پیروزی بگیرند این است که هرگاه مؤمنین با چنگ زدن بر رسن خدا با هم متحد شوند، هیچ نیروی یارای رویارویی با آنها را نخواهند داشت. جهاد افغانستان یک نتیجه کلانشی بود که دنیا را آسوده ساخت، از هان مردم دنیا را که به تشویش بودن اینا را از یک خطر بزرگ و جهان خوار که اتحاد شوروی او زمان بود که بزرگترین قدرت دنیا که امریکا بود، او وحشت داشت از او شوروی. مجاهدین افغانستان پوز امپریالیزم سرخ شوروی را شکستاند و این باعث راحت امریکا شد، این باعث راحت چین شد، این باعث راحت اروپا شد، اروپای غربی. این یک نتیجه کلانش است. نتیجه بسیار مهم کلانش است که این جهاد فرض بود بر مردم افغانستان، ایرانی که یک تعداد علمای افغانستان زد، تمام علمای دنیا به اتفاق علمای اسلام در سر تا سر دنیا جهاد افغانستان حمایت کردن و گفتن که فرض بر همه مسلمان است. یعنی به این باید دیگر مسلمان های دنیا باید شرکت کنند، در حالی که دیگر هم شرکت کردن، بسیار کم افراد و رهبرهای مجاهدین بارهایی را گفتن در سخنرانی های خود در سال ها گفتن، برشان گفتن که به شما ضرورت نیست.